داستان آفرینش خلقت آدم. از انقراض آخرین نوع بشر در حدود 200,000 سال می گذشت و هنوز هم نوع اخیر بشر که انسان نامیده می شود پیدایش نیافته بود. با انقراض حیوانات غول‌پیکر و دایناسورها و بشرهایی که بر روی زمین فساد و خون ریزی کردند، طبیعت سیاره زمین مهیای پذیرش موجودی متکامل و با شکوهی به نام انسان می گشت. اکنون پهنه زمین مملو از انواع گیاهان و حیوانات بود. گیاهان برای تکثیر و ازدیاد نسلشان راه‌های بیشماری در پیش دارند. در اعماق جنگل‌ها گیاهانی وجود دارند که برای ازدیاد نسل خود از باد استفاده می کنند، اما با یک راه کاملا متفاوت با بال دادن به فرزندانشان به پرواز در می آیند. هر کاکتوس در عمر خود 40 میلیون دانه تولید می کند، اما تنها یک عدد از آنها خواهد توانست به گیاه تبدیل شود و بیش از والدین خود عمر کند. اگر دانه کاکتوس موفق شود سایبانی نمور و نمناک بیابد، 10 سال طول خواهد کشید تا بتواند به یک کاکتوس 5 سانتی متری تبدیل شود. و حداقل 100 سال طول خواهد کشید تا بتواند به سایز والدین خود که 10 متر هستند برسد. گیاهان قادرند در بدترین و نامناسبترین نقاط زمین دوام بیاورند. با این حال شرایط عمومی سیاره زمین آبستن حادثه جدیدی بود. اینجا جنت یا جنگلی نمور و نمناک در یکی از سواحل گرم و مرطوب است، گوشه ای از سیاره زمین و مکانی است که آدم ابوالبشر چشم بر جهان گشود. عالم زر یا عالم قالوبلا مکانی است که میلیاردها ذره انسان پروردگار خود را تصدیق نمودند. قبل از هبوط از جنگل، حضرت آدم از پروردگار خود سؤال کرد: آیا او و جفتش تنها خواهند بود
یا نسلی از آنها پدید خواهد آمد. و خداوند بصیرتی دیگر به آدم داد. آدم به اطراف خود نظاره کرد. او زمین و هوا را مملو و ذراتی دید که جاندار و دارای حیات هستند. و آدم دریافت که خود نیز روزی یکی از این ذره ها بوده است. آنها ذره های بسیار ریزی بودند که بالقوه مستعد حیات روح گیاهی و حیوانی بودند و اینک در تکاپوی یافتن مراتبی بهتر و شرایطی مناسب تر بودند. این ذره ها از عالم ذر و روزی که قالو بلا گفتند تا به امروز و تا آینده های دوردست در هوا و آب و خاک این سیاره زمین پراکندند. و هنگامی را که پروردگارت نسل آدم را برگرفت از پدیدار شدنشان و ذره هایشان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت، گفت: آیا نیستم پروردگار شما؟ گفتند: بلی. این ذره ها در چرخه حیات وارد دستگاه تناسلی می گردند و در عالم رحم به دریافت روح دیگر به نام فطرت نائل می شوند. آنها همانند دانه های یک ارزن و یا کاکتوس گروه گروه هجوم می آورند تا جایگاهی نمور و نمناک بیابند تا به مرحله فعلیت برسند. لیکن رحم انسان هر بار یک دانه یا چند دانه اسپرم از آنها را می‌پذیرد. طرز کار دستگاه رحم بی‌شباهت به طرز کار طبیعت باتلاقی که آدم و حوا در آن روییدند نیست، زیرا رحم از هزاران دانه نطفه فقط پذیرای یکی دو اسپرم می شود و بقیه را وامی گذارد به طبیعت و چرخه سرنوشتی که خواهند داشت. بستری که ذره آدم را پذیرفته بود گلی سیاه رنگ و متعفن در جنگلی نمور و نمناک بود. این باتلاق گرم و بدبوی حمائن مسنون امکان رشد و بارور ساختن بیش از یک جفت را نداشت. و خداوند شما انسان را رویانید با ماهیت گیاهی از زمین. خلقت همه انسان‌ها در محشر مانند خلقت آدم است.
آیات متعددی نشأه محشر را به نشأه این دنیا تشبیه می کنند. مردم در آن روز همانند رویش آدم ابوالبشر از زمین محشر گیاهوار خواهند رویید. آفرینش آدم همانند پیدایش حیات اولیه از محیطی گلالود آغاز می شود، محیطی که آنها را پذیرفته بود با اطلاقی گرم و بدبو و حتی باید گفت سیاه رنگ و متعفن بود. ما انسان را از گلی سیاه و بدبو آفریدیم. یک جفت ذره از میلیاردها ذره پراکنده در فضا امکان فعلیت و رشد در آن محیط باتلاقی را یافتند. ما آنها را از گلی چسبنده آفریده ایم. تورات در داستان خلقت آدم و در سفر پیدایش می‌گوید خداوند در بینی مجسمه ای از گل روح می‌دمد و آن مجسمه خلق السایه و در یک لحظه تبدیل به آدم می‌شود. در حالی که خداوند آدم را در مراحل مختلف آفریده است، آدم چهار مرتبه رشد ذره‌ای، نرم و سفت و سخت پوستی را طی می کند و مراحل چهارگانه تکامل حیاتی، گیاهی، حیوانی و انسانی را پشت سر می نهد. آدم مدتی در درون پیله نرم گیاهوار مراحل رشد و تکامل خود را طی می کند تا زمانی که به مرحله دریافت پوسته ای سفت و سلسال کلفخار نائل می آید. پوسته ای سفت و مدور همانند یک کدو یا چیزی شبیه به نارگیل و شاید گوی سفتی از خانواده گیاه کاکتوس. و خداوند انسان را از گل خشکیده ای سفال مانند پدید آورد. منابع اسلامی مراحل تکوین و تکون آدم و گذر از دوران گیاهی به سفت پوستی و سخت پوستی را در حدود 40 سال تخمین می زنند. آدم
درون پوسته سیف و پوشش سخت خود در حکم بشر بود و هنوز به مرحله انسان نرسیده بود. در طول این 40 سال و مراحل مختلف جهش‌هایی در روند ساختمان پیکر آدم به وجود می‌آید. آدم در این مرحله از تکامل رشد خود از درون پوسته سیف بیرون می‌آید و با پوشش سخت و صدف مانند از جنس ناخن پا بر روی زمین می نهد. تمامی این درنگ ها و طی مراحل برای دریافت مراتبی بهتر و مقامی شایسته تر بود، جایگاهی متعالی و کمالی مطلوب برای دریافت حیات و روح انسانی، و خداوند روح انسانی را بر پیکر آدم می دمد. پس وقتی آدم را پدید آوردم و از روح خود در آن دمیدم، پیش او به سجده درافتید. آنگاه که روح فطرت بر جان آدم دمیده شد، آدم عطسه ای نمود و برخاست. قرآن می‌فرماید آفرینش عیسی بدون پدر مانند آفرینش آدم است. که او را از خاک آفرید، سپس به او گفت باش، پس موجود شد. آفرینش آدم از خاک و عیسی علیه السلام در رحم مادر از مصادیق ایجاد و کن فیکون است و از مصادیق بارز جهش و موتاسیون می باشد. آدم که قبلا دارای روح حیاتی و نباتی و حیوانی بود، اینک با اعطای روح چهارم به حیات انسانی نیز نائل می گردد. تفاوت این بشر با بشرهای ما قبل در این است که آنها حیوان برتر بودند، ولی آدم یک انسان است با مراحل رشدی مجزا و با استعدادهای درونی و روانی منحصر به فرد. پس از اعطای روح انسانی به آدم، خداوند استعداد کلام و سخن گفتن به او اعطا نمود. و خداوند آدم را به همه اسما توانا نمود. اعطای روح فطرت و مائده بزرگ زبان و استعداد گفتار باعث تحسین و سجده ملائکه بر آدم گردید. و آنگاه خداوند از آدم و حوا خواست
تا از این جنت و جنگل و میوه‌های آن برخوردار باشند و تنها از درختی ویژه و ممنوعه تناول ننمایند. و گفتیم ای آدم، خود و همسرت در این باغ سکونت گیرید و از هر کجای آن خواهید فراوان بخورید. و به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران می شوید. حوا با ترغیب شیطان به آن درخت نزدیک شد. او و آدم به وسوسه شیطان از درخت ممنوعه تناول نمودند. پس شیطان هر دو را بلغزانید و از آن چه در آن بودند ایشان را به در آورد. آنگاه از درخت ممنوعه خوردند و پوشش سختشان فرو ریخت. بیدرنگ پوشش سخت از جنس ناخن فرو ریخت و هر دو خود را عریان و برهنه از هر پوششی یافتند. اولین نهیب درونی و بانگ روح انسانی آنان را سراسیمه به پوشش سواتشان رهنمون ساخت. و شروع کردند به چسبانیدن برگ‌های جنگل بر خود. نافرمانی و اولین تجربه تلخ نکوهش درونی و ندامت نفس لوامه احساس سنگینی تکلیف و وجدان را بر آنان گوشزد ساخت. آدم و حوا پس از تناول از درخت ممنوعه به هبوط و خروج از آن جنگل هدایت شدند. گفتیم بریزید بیرون از آن همگی، پس آنگاه می آید بر شما هدایت من. پس کسانی که از هدایت من پیروی کنند، نه خوفی بر آنها هست و نه آنان غمگین می شوند. قرآن به این موضوع تصریح می کند که آدم و حوا پس از خروج از جنگل مکلف به تکلیف شدند. لذا عنوان گناه اولیه و عصیان آدم هنگامی که هنوز آدم به بلوغ کمال انسانی نرسیده بود سالبه به انتفاع موضوع است. آدم و حوا پس از 7 ساعت از اعطای روح انسانی از آن جنگل هبوط یافتند و اولین نهاد خانواده را بنیان نهادند. و با معلومات پیشینی و کسب تجربه در زندگی به تصرف در طبیعت، خانه‌سازی، دامداری و کشت و کار پرداختند.
هابیل، قابیل و قاین فرزندان آدم با دختران تنها خانواده باقی مانده از بشرهای منقرضه به نام جان ازدواج نمودند. پس نفس اماره قابیل او را به قتل برادرش ترغیب کرد و وی را کشت و از زیانکاران شد. قابیل با وسوسه شیطان برادر خود هابیل را کشت و این چنین تاریخ قابالا یا کابالا در تاریخ سیاره زمین رقم خورد.